معلولیت نیمګړتیا نه ده. رادیوی مجله مجله رادیوی معلولیت ناتوانی نیست. شنونده عزیز، سلام های موید صابره قبول کنین. باز هم با تقدیم یکی دیگه از برنامه های مجله رادیویی معلولیت ناتوانی نیست، ما و همکار مزمل شای وطن دوست در خدمت شما قرار داریم. به خودتون سلام وطن دوست صاحب، خدا کنه که جور و صحتمند باشی. و علیکم سلام درنی همکاری، مننه. هیله ده چه تاسو او طول اوریدونکو به روغ جوړ اوسئ. وایده جانې، څنګه د خوښه چې اوریدونکو سره د تېرې خپرونې معلولیت نیمګړتیا نه ده د راډیوي مجلې موضوع شریکه کړو؟ چرا نه، برنامه گذشته روی موضوع اختصاص یافته بود که اعضای خانواده و دیگران چطور میتونن که از افراد دارای معلولیت حمایت کنن تا در امور خانه و خانواده نظر بتن و در مراسم خوشی و غم اشتراک کنن. هو درنی همکاری، همدارنګه په دې مهم خبری وکړي چې کچيري کورنۍ معلولیت لرونکو کسانو ته د خبرو کولو اجازه ورکړي او د خادي په محفلونو کې د ګډون کولو زمینه ورته برابر شي، دوی به په جرأت وکول شي ګډون پکې وکړي. بله وطن دوست، پس خوب است که روی برنامه امروزی صحبت کنیم، چطور؟ هو ولی نه، زمونږ نننۍ خپرونه هم په همدې اړه ده چې فزیکي معلولیت لرونکي کسان څنګه کولی شي چې بیا وړتیا پیدا کړي او ستونزې هواری شي. بله دقیقا، د ای برنامه روی مسئولیت خانواده، جامعه و نهادهای مسئول هم صحبت خواهد شد. هو درنې همکاري، هغه کسان چې فزیکي معلولیت لري، یعنی لاس پخا یا هم د ملا له اړخه په تګ راتګ یا هم د ژوند په چارو کې له جدي ستونزو سره مخ دي، که چیرې بیا وړتیا پیدا کړي دوی ته به یې ګټې سوي. پس به خاطر ای که بدانیم معلولیت فیزیکی افراد دارای معلولیت را به چه مشکلات مواجه ساخته و چرا به باستوانایی فیزیکی دست نیافتند، بیاین که ابتدا نظریات مردم را بشنویم. حیات الله امامدی، چرسی ولسوالی. ولی ورورم معیبه ده، معلول ده، پخپوم هغه ده او خلوم هغه ده، مشکل ده، نسی کیدلی. ټوله کورنۍ په مشکلو کې ده، دوی په خپله مشکلو کې ده، ځکه چې په کور کې 24 ساعته کښېنه. پرویز هستم از قاري اروکي ولیا مرکز کاپیسا. مشکل پای ما سره 6 سال میشه که از کار غریبی افتادگی سیم ده، خانه ده مشکل داریم که کار کرده نمیتونیم. علمګل مینوم د کابل ولایت ولسوالۍ قرهباغ اوسیدونکي، د بل روغ لاس نه وړکی هم شوی او څونه وزن چې یا کوم زور چې په دې ښی لاس باندې اخلو هغه په د چپ لاس باندې شي کولی. تقریبا چې عمر مې داسې 15 کالو کې ده او دا به داسې 9 کال عمر کې چې دا تبه مې کړی په تبه کې داسې مشکل پیدا شوی. وطن دوست، پس نظر به گفته های مردم، افراد دارای معلولیت فیزیکی به مشکلات گوناگون و جدی دچار هستند. همداسې د وحید جانې، هغه فزیکي معلولیت لرونکي کسان چې بیا وړتیا یې نه و پیدا کړې له ډېرو ستونزو سره مخ وو. بله وطن دوست، پس بیاین که به مصاحبه همکار ما نصرت الله صمیم با آقای نصیر ساپه، یکی از کارشناسای همی بخش، گوش بدیم. من محمد نصیر ده، تخلص مسافه ده او په حیث سرمعلم په فاطمه خلیل مکتب کې دنده ترسره کوم. فزیکی معلولیت څه ته وایي؟ مجموع کې داسې ویلی شو چې فزیکي معلولیت هغه معلولیت ته ویل کېږي چې بهرنی یو لامل عامل شوی او یا قطع د اعضا رامنځته کړي یا په ملا تیر کې ماتوالی راپیدا کړي چې باعث د فلجتوب کېږي. هغه کسان چې فزیکي معلولیت لري، په مجموع کې که نارینه وي، ښځې وي یا ماشومان وي، دوی یې په ژوند کې له کومو ستونزو سره مخ کړي دي؟ هغه معلولین چې فزیکي وړتیا یې ترلاسه کړې نه ده، دا مستقیما اول خود دوی په رواني حالت باندې ډېر تاثیر غورځوي. مثلا که یو کس مصنوعي غړی پخپه ونه لري، هغې ته لاره تک نظر د دې نه چې خپه ولري مصنوعي ستونزمن ده. دا باعث کېږي مستقیما متناسب د اقتصادي حالت سره، ولې؟ ځکه چې دا نشي کولی چې بازار ته ورشي، خپل کار پسې ورشي، دا خپل مقصد مرام ته نشي رسېدلی. که رسېږي هم ډېر په سختۍ، چې دغه سختۍ باعث د دې کېږي د رواني حالت هم خراب وي، د ده مشکلات یو دبل سره ارتباط لري ډیر شي. مثلا یو کس یو وخت پای نشته، یاد وخت پای نشته، هغه که خپل په کور کې همی نشي کولی چې یو ګیلاس اوبه ځان ته راواخلي، مجبوره کېږي دې ته چې د کور د یو کس یو غړي نه کومک وخت. معلوله ماشومان په دغه حالت کې اغېزمنتیا یې دوه برابره ده.
مثلا یو خود نرماله ماشومانو په پرتله وخت چې دا یو کار نشي کولی، دا یو څه مایوسه کیږي چې دا کار ولې نشم کولی. بیا چې داسې فکر وکړي، چاته وګوري چې فرض مثال زه معلولیت لرم، زما خپه نشته، زما همدولی پخه لري، د ده دغه سطحه د مایوستیا یا سطحه د دې چې استرس پرې ډیر شي دوچندانه کیږي. د ښاغلي ساپي صاحب خبرې خو مو واورېدلې. نوموړي په خبرو کې وویل هغه کسان چې فزیکي معلولیت ولري، یعنی لاس پخه یا حمله او غاړې له برخې معلول وي او بیا وړتیا ته لاسرسی پیدا نه کړی شي، ډول ډول ستونزو سره مخ کیدلی شي. بله همکار عزیز، ساپی صاحب هم یادآور شد که معلولیت فیزیکی سبب امراض روانی، تشوشات، منزوی شدن و مشکلات اقتصادی افراد دارای معلولیت میشه. اوس به پدې اړه خبرې وکړو چې فیزیکي وړتیا پیدا کول څه شی ده او هغه معلولین چې دا ډول ستونزو سره مخ دي څنګه کولی شي فیزیکي وړتیا پیدا کړي. بله، باز هم ابتدا نظریات مردم را مشنویم. زه د پختیا یم، مرزکه کې ګرمي بدل یم، غوټه پښه به موته دی د ګردایا ډیر نه لره کړی دی. دا له کار سره خو مخ لوسته لوړه شم، بهر نه شم تلی، خپل پردي کرایور دوست غام خودی ته هیچیرې نه شم تلی. له کاره چې نه ویستي غورځم، دغه پلو ته لوی یم غورځمه. نوم وطنګل دا د قرهباغ ولسوالۍ اوسیدونکی یم، قلعه خزانهدار کې مې کور ده. زه د 9 کلونو چې زه مین وهلی یم، دواړه پښې مې قد دي او زنګانونه لاندې ده یو پاس ده. کور کې و بس خل راته وویلې چې بس سلیمې سر شفخانې ته ورسه، بس دا قالب هم تړي او بس یو باسکیل هم راکړه. هغه باسکیل که بیرون ننه کېدم او دغه قالبو باندې بس خپل کاروبار ته اوس په دغه باندې ځم او راځمه. بس مغه شپخانې همکاري وه چې موږ سره وسوه، اوس دا د اولادو ته خپل کورنۍ ته یو مړی روزي په دغه پیدا کوم، دغه باندې زو راځو. زه اوس خیاطي لرم، بس کالی ګنډل دي، بس زنانه مردانه خیاطي ده دغه کار کوم. نوم یې توتیا ده، زه دغه چرسی یم. اوس زما د هډوکو مرض و، ذاتې ټول هډوکي نه ماس و، څوک مې نهشته. یو سړی دغسې ښه سړی یو راتویل چې دلته ناست د باکسین والا ته ما نه یل درستې باندې وتلې ګرځېدلې ته راسه تا ته باسیکل ولیکم، یکه باسیکل ولیکه کور ته یې راته راوړ. د خلکو په خبرو کې مو واورېدل چې دوی د ځینو ملګرو په همکارۍ په دې توانېدلي وو چې بیا فزیکي وړتیا پیدا کړي او تر ډېره حده یې خپلې ستونزې حل کړې وې. بله وطن دوست، درباره که باستوانایی فیزیکی چیست و افراد دارای معلولیت چگونه میتونن این باستوانایی را دریابن، گفتگوی همکار ما عبدالله فضلی با ما پیکای رئیس مؤسسه ارتوپیدیک کابل را بشنویم. شما باستوانی فیزیکی را چگونه تعریف میکنین؟ باستوانی فیزیکی تعریفش است که برگشتاندن توانایی های از دست رفته یک شخص باز از سر امراض باشه یا باز از سر حادثات باشه که اونا هم توانایی فیزیکی خود از دست دادن یا از توانایی فیزیکیشان کاسته شده، توسط توان بخشی فیزیکی دوباره توانایی های خود به دست میارن و به کار و اشتغال روزمره خود برمیگردن. پس افراد دارای معلولیت فیزیکی چگونه می باستوانی خود را پیدا کنند؟ افراد دارای معلولیت وقتی می توانند باستوان شوند که اونا دسترسی به خدمات توان بخشی فیزیکی داشته باشند. مثال اگر یک فرد یک عضو خود از اثر حادثه از دست می ده، اونا وقتی باستوان شده می توانند که به مراکز باستوانایی مراجعه بکنند و از خدمات باستوانایی مستفید شوند. مثال تداوی فیزیوتراپیست و همچنان عضو مصنوعی است و بعضی وسایل رفتاری که مخصوصا برای افراد دارای معلولیت ارائه میشه که تا اونا بتونن قدم بزنن، راه بگردن و به زندگی عادی خود ادامه بدن و شامل اجتماع باشن و ای باعث میشه که دسترسی از اونا به دیگه خدمات آسانتر شوه، مثلا تحصیل از کار و اشتغال زندگی است. مؤسسه ارتوپدیک کابل چه خدمات انجام داده برای افراد دارای معلولیت فیزیکی؟ 90% خدمات ما به اشخاص دارای معلولیت فیزیکی است. خدماتی که ما ارائه میکنیم رایگان میباشد. شاید بیشتر از 20 تا نفر از این خدمات برش کرده باشند و بستوانایی کرده باشند. کارهایی که کردیم شامل ساخت اعضای مصنوعی، ساخت قالب‌های حمایوی که به سلام آرتوز میگیم، یا فراهم سازی وسایل مخصوصی که با
به اشخاص دارای ملیت را همیش گوا بتانند که راه بگردن و قدم بزنن. و دیگه در پالی از او تدایی فیزیوتراپی است. همچنان در کپسیتی بلدنگ اشخاص دارای ملیت هم دفتر ما فعالیت نموده. مثلا ما بخوایم نام ببرم، ما خودم یک وقت مستفیدین یا مریض زمی دفتر بودم، بعدا ما شاگردی دفتر شدم که اینا مرا کمک کردن که مکتب بخوانم، پنتون بخوانم، فعلا به سوی مستری خلاص کنیم، فعلا رئیس زمی دفتر شدیم. این بستوانی را چطور میتیم برای از اونا؟ ما افراد مسلکی داریم که به سوی مستری اونا دانش شدارین یا آموزش دیدن. تیم ما داریم که شامل فیزیوتراپیست یا کسی که تداوی فیزیکی را برشان میده. از ماینه شروع میشه، ماینه فیزیکی که معضلاتش ماینه میشه. اینا یک گروپی هستن که کار میکنن و خدمات را میکنن. مثلا کسی اگر دستش قطع است، دست مصنوعی ساخته میشه. یا اگر دست داره، دستش نچاره کدام مشکل سوی شکل است، بر از او قالبای مختلف جور میشه که ما کارمندای مسلکیش داریم، اندازه‌گیری میکنن، ماشینای مختلفی جا وجود داره که توسط ماشینا میسازندش و به اشخاص دارای ملیت ارائه میکنن. زنده باشین. اینجا کدام مرکز مالی اصل میجا جایی من... که دست و پای مصنوعی ما اونجا میشه یک بریم؟ آفرین. کدام همکاری که خودش همین وسایل میسازه؟ بله بله، همکار. بسیار خوب است. میشه خدا ابتدا معرفی بکنیم؟ اسم من محمد اشرف، تکنشان در بخش ارتوز پرستیس سی ارتوپیدی کابل. اگر واضح بسانین که شما چگونه کار میکنین، چه قسم از پروسه؟ ما که مریض اول می از طرف دکتر صاحبا یا آدرس هایی که میتن برشان می آید به دفتر ما، دیگه این قسم کتاب راجستر ما داریم، دیگه بعد از او که اینجا این کارت میتن برشان معرفی میشه برای فیزیوتراپی. مریض هایی که می آید دستشان قطع می باشه از آرنج بالا و از زانو پایین، زیر زانو می باشه، سر زانو می باشه قطع شدگی، ما بر از با پروسیس جور میکنیم. و فلجایی که میان که پولیو می باشن، فلج می باشن، یک شک باز ما بر از با فوت درافوت یا قالبار برشان جور میکنیم. پای مصنوعی یا دست مصنوعی یا قالبای حمایوی یا را با وسایل و ماشین ها اینجا می سوزن؟ بله، ماشینری را باز دپان شما می بینید که برتان تشکیل میکنیم چی کارها را میکنیم. خب از همین ابتدا شروع میکنیم. این اتاق راجستر مصابه که مریض میاید کتاب راجستر ما داریم، لمبر زده میشه یا از طریق دکتر معرفی میشه یا از طریق آدرس کسی میتیشه که برین در اینجا برای شما اینی کارا میشه. این اتاق کسی اتاق مادل روم ماست، همینجا پلستر میاید باش که ما باید دانشان مثال اینیم یک مریضی بی کیس ما میاد این رواز کردیم، یک مریضی هست که زیر زانو پایش قطع است. نمونه یک پای اونجا مونده شده یعنی؟ نه، یک پای سیار که ما رو پشت کردیم. شما یا میدونید که نمیار یا پشت کردیم میبخید و آماده است که مریض از استفاده کنن. یه دیگه آماده استفاده است؟ آماده استفاده است. کمربند میدوزیم منطقه اینه، ما برای یک مریض فلج گفتم که فشارش بلند شده، از دست و پای فلج شده و دستش یک شخی داره، بازی بعد از فیزیوتراپی که فیزیوتراپی میگیره آنش خود راست میکنه، پس خود شخ میکرد. باز ما اینو بر مریض بسته میکنیم که قسم شخ بسته میکنیم، دست شخ دیگه پس و حالت نبیه که روز بروز خوب شده بر حالتش. بانو ماهپیکای دقیق و با جزئیات صحبت کرد و اضافه کرد که افراد دارای معلولیت باید به مراکز بازتوانایی فیزیکی مراجعه کنند تا بازتوانایی خود را دریابند. وحید جانه، اوس به دې اړه خبرې وکړو. هغه معلولین چې فیزیکی معلولیت لري، هغوی که چیرې بیا وړتیا پیدا کړي څه ګټه به وي؟ او همدارنګه کورنۍ او ټولنې له دا ډول کسانو سره څه مرسته کولی شي؟ بله، دې باره درامي ګلو و خیرو رمشنویم. څنګه داسې فکرونو کې غرق د ونې سوري ته ناستې لکه چې د مرغانو له زمزمو نه خوند اخلي؟ پوښتنه مه کوه ګلو، بازار ته روان وم خو ستړی شوم، دلته کېناستم چې لږ دمه شم. ورور مې، په همساګانو خو بازار ته تګ اسانه کار نه دی، او که زما منې نو بازار ته له تګ نه تېر شه. ای هی، په بازار کې مې یو ضرور کار دی، له مستۍ خو نه یم روان. داسې وکړه چې جیک شه او روان شه. ورور مې، داسې چې ته هر ځای دمې ته کینې نو بازار ته چې رسې بازار روان دی. اوهو، کاش چې پښه مې جوړه وای نو په یوه ساه به بازار ته لاړ وای. سلام علیکم ګلو، څنګه ولاړې؟ لکه چې د مرغیو ښکار ته راوتی. د مرغیو ښکار ته نه یم راوتی ورور مې، له نورګل سره په خبرو یم. نورګل چیرته دی؟ ورور مې، ستا لکه چې سترګو کار پریښی، څنګه دا نه ګورې چې د ونې ډډې ته یې تکیه وهلې ده؟
نورګل خې خې ام خیر سي خیرو دغه سي کلا کلا لو کور را وزا او تازه واخله کور کې پناسته خو انسان زړه تنګي کیږي ته ما چې با خبرې کوي خیرو ورور می نورګل تازه هوا ته نه دی راوته نو څه شي ته راوته ورور می نورګل بازار ته روان دی ګلو اسی ملاندی موه نورګل خو ناسته او بازار ته تاګور ته کلاس اندی ورور می ملاندې نه وهم همدا خبره خو ما مرته وکړه چې بازار ته تک په خو روغ انسان تم سخت دی پام ساګانو تک خو لا څه کوي نورګل بازار ته چکریزی او که نه څه کار دی له څه وخت چې معلولیت راته پیدا شوی چکرونه رانه پاتې دي بازار ته یو ضروری کار پسې روان یم ستړی شو ما ویل دلته به یوه شېبه دمه وکم ما ورته وویل ورور می داسې چې ځای ځای دمې ته کینې نو بازار ته به په تور ماښام ورسي ګوره نورګله که کار دې ډېر ضرور نه وي نو زه هم درته وایم چې له تګه تېر شه خدای مکه چېرته ونه غورځې تاسې د دې پر ځای چې انسان ته ډاډ ورکړئ نور یې هم زړه ماتی کوئ ورور می موږ یې ستا په خیر وایو د دروغو ډاډ خو نه شو درکولی ښه نورګله ته راځیک شه زه هم درسره بازار ته ځم تو ورسره څه شته ځې ورور می نن به ورسره لاړ شې د نورګل خو یوه ورځ نه ده سبا به څه کوي ګلو رښتیا وایي خیرو ستا یې کور ودان خو زه خپله ځم زه درسره د دې لپاره ځم چې د همساګانو له غمه دې خلاص کړم خپلو خبرو ته دې پام شته خیرو که نه ورور می همساګانې خو اوس د نورګل پښې دي له دم خلاص کړې بیا به څه کوي او ته یو ځل په خبره ځان پوه که بیا خبرې کوه خو تا ویل چې د همساګانو له غمه یې خلاصوم زما مطلب دا و چې بازار کې یوه مؤسسه ده معلولیت لرونکو کسانو سره مرسته کوي ورور می زه پوهېږم خو هغوی له هر چا سره مرسته نه کوي ای چې واسطه دې نه وي بیخي دې په دروازه کې نه پرېږدي نه نه داسې نه ده دا خبره چا هسې کړې هغه مؤسسه د معلولیت لرونکو خدمت ته جوړه شوې واسطې ته هېڅ ضرورت نشته چې هر معلولیت لرونکی ورشي مرسته ورسره کوي الله دې له خیرو سره ښه وکړي له ستړیا یې خلاص کړم اوس به نو له خیره هر ځای ته په ډاډه زړه تګ راتګ کوم مبارک شه مبارک د خیرو خبره لکه چې رښتیا وه خیر اوسې ګلو او کور یې ودان موسسې ته راسره لاړ دغه ویلچر یې هم راکړ رښتیا ورور مې خیرو څه شو د هغه چېرته کار ولاړ او هغه پخوانۍ پښې دې څه کړې ورور مې مطلب مې ستا همساګانې ښیم هغه مې بازار کې له یوه دوکاندار سره امانت کېښودلې ورور مې داسې وکړه چې تا خو اوس ویلچر پیدا کړ هغه بل چا ته ورکړه چې ثواب دې وشي وایم ډېره ښه خبر دې وکړه همداسې مې زړه دی چې همساګانې کوم بل معلولیت لرونکي ته ورکړم دا خو خیرو هم رښتیا د کار سړی دی ما خو فکر نه کوم چې رښتیا به وایي موسسه کې یو ډېر تکړه سړی و ویلچر یې هم راکړ او راته ویې ویل چې د کار غم هم درته خورم نور مې نو ته کله کار کولی شې ولې یې نشم کولی شکر دی لاسونه خو مې جوړ دي او فکر مې هم سم کار کوي د تګ راتګ ستړیا هم راته اسانه شوه ښه نو ستا زړه دی چې له دې وروسته کار هم شروع کړې خو ورور مې ته به څه کار وکړې د موسسې والا راته وویل چې بازار کې درته یوه وړه غرفه جوړوم ورور مې د خلکو په خبرو باور مه کوه هسې به یې خوشحاله کړی ځه که غه راته جوړه نه کړه بیا یې خپله ځان ته غم خورم لږې پیسې خو راسره شته هماغه په کار اچومه یاره که زما منې نو له کار ما را تېر شه ورور مې هسې به له پیسو ځان خلاص کړي ګلو یا خو ستا سمه خبره زده نه ده د دې پر ځای چې ما تشویق کړې نایلی کوې مې ما در باندې زړه درد کوي که نه خدای مکه تاوان به وکړې کالا کول نو تاوان به نه کوم په کار کې به مې ورځ هم اسانه تېرېږي او له بې ځایه فکرونو به هم خلاص یم په کور له ناستې نور بیخي ستړی شوی یم ¶¶
درامه گلو و خیرو را خوش شنیدیم. خدا خیرو را خیر بده که با نورگل کمک کرد و از یک جنجال کلان او را خلاص کرد. هو هم داسی ده. نورگل دیر خوشحاله او اویل یک یو کاروبار به هم کوی. بلکل. قسمه که درامه گلو و خیرو واقعیت‌های جامعه را به ما بازگو کرد، اگر به افراد دارای معلولیت فیزیکی کمک و راهنمایی شود، تا نهادهایی که در این باره کار میکنن را پیدا کنن، با توانایی خود را پیدا کرده و مشکلاتشان نسبتاً حل میشه. وحیده جانه، ده مسئول بنسټونو یادونه دی وکړه. او ریدون که هم باید پدی پوشی چی ده فیزیکی وړتیا پیدا کولو مسئول بنسټونو پدی اړه څه کړی دی. راځي په همدې حق له زمونږ د همکار عبدالله فضلی مرکه د سره صلیب له یو تن مسئول خاغلی نجم الدین هلال سره واورو. کمیته بین المللی سره به سرخ مینیسی یکی از مراکز باستوانی فیزیکی چه خدمات را تا هنوز ارائه کرده و چه خدمات را ارائه میکنه؟ پروگرام باستوانی فیزیکی کمیته بین المللی صلیب سرخ در افغانستان 35 سال قبل از امروز آغاز به فعالیت کرده در سال 1988. در این 7 مرکزی که ما فعلا در افغانستان داریم عمدتاً برای معلولین کار میکنیم یا برای باستوانی معلولین کار میکنیم، چه در عرصه اجتماعی چه در عرصه فیزیکی. تا فعلا بالاتر از 200 هزار معلول ما راجستر کردیم در افغانستان در این 7 مرکز خود و شاید بالاتر از 200 250 هزار اعضای مصنوعی تا فعلا در طول این مدت ساخته شده باشه. ما سالانه در حدود 15 هزار افراد دارای معلولیت جدیدن راجستر میکنیم در پروگرام خود در این 7 مرکز. تقریبا 30 هزار امم سال گذشته در سال 2022 ما اعضای مصنوعی و قالب‌ها را تولید کردیم که برای افراد دارای معلولیت طبیعی شده. مثلا ما سالانه بالاتر از 3000 ویلچر را تولید میکنیم در کابل، از طریق مراکز خود بر افراد دارای معلولیت توزیع میشه و وسایل کمکی برای رفتن به قدر کافی تولید میشه و توزیع میشه، مثل اساچوب یا پارا ما توزیع داریم به بعضی کلینیک ها و شفاخانه ها. همچنان در کل اگر ما بگوییم که بخش باستوانی فیزیکی بخش تکنیکی را داره که اعضای مصنوعی برش ساخته میشه، در پهلوش فیزیوتراپی است که فیزیوتراپی میبینن معلولین پیش از اینکه برشان اعضای مصنوعی ساخته شوه، اما بعدن باز هم وقتی اعضای مصنوعی یا قالبا ساخته میشه و وسایل که نیاز دارن ساخته میشه، اونا را باید آموختانده شوه که از چه قسم استفاده کنن. اگر کوتاه درباره پروسه باستوانی یک فرد داره معلولیت فیزیکی، مثلا دست یا پای کوتاه، اگر میره برای به طور مثال من نمونه مثال برات میگم، یک شخص پای خود دست میده به شفاخانه باید مراجعه کنه به یکی از شفاخانه های جراحی، حداقل 2 الی 2.5 ماه وقت کار دارد تا که آماده شد بر باستوانی. بعد از 2-2.5 ماهی که پیش ما مراجعه میکنه که کار ما آغاز میشوه، قسمت باقی مونده پایش که استامپ گفته می شود، یه استامپ یزید چک می شود، دیده می شود. اگر آماده باشه بعضی تمرینات قبل از دادن اعضای مصنوعی برش داده می شود تا که آماده شود، پروسه قالب گیری شروع می شود. وقتی قالب گرفته می شود 4 روز بعد آماده می شود که تمرین شروع می کنه. یک کسی که پیش ما مراجعه کنه که یک پایش از پایین زانو قطع باشه، 1 هفته 10 روز در بر می گیره که باستوانیش ختم شود و از اینجا با اگر با یک پا خود می آید با سر دو پای خود پس دوباره خانه خود بره. تشکر زیاد. اینمی موثریتی که پای مصنوعی یا دست مصنوعی که شما گفتین برای از یاد جور میشه داده میشه، دوباره اینا باستوان میشن، ده سه جمله اگه برای ما بگین. فکر کنین که یک کسی به طور مثال اگر معلولیت داره و باستوان نشده، مجبور است که در خانه ششته باشه، از فعالیت های روزمره باز مانده. وقتی باستوان میشه پس دوباره با فعالیت های روزمره خود برمیگرده و من حیث عضو فعال جامعه دوباره میتونه مدغم به جامعه شوه و موثریتش همی است که میتونه شده که بر خود و بر فامیل خود موثر واقع شوه. چگونه ما افراد دارای معلولیت به این مراکز مراجعه بکنن، آدرس اینا را پیدا بکنن؟ از طریق میدیا و خصوصا از سوشال میدیا، از تلویزیون ها، از اینجا، از شفاخانه ها آگاهی پیدا میکنن. ما هیچ نوع محدودیت در دسترسی به مراکز خود نداریم. هر کس میتونه بدون کدام مشکل، بدون کدام ورق، دروازه بروی تمام افراد دارای معلولیت باز است
دیگه نیازی به این نیست که کسی به جای بره ورق بگیره یا عریضه کنه یا قبول شوه. خورد، طفل، کلان، موی سفید، هر کسی که باشه میتونه به شما مراجعه. مصاحبه آقای هلال را شنیدیم که از کمک های اداره به افراد دارای معلولیت فیزیکی صحبت کرد. بله وحید جانه، خاغلی هلال هم در دول یادونه وکړه چې د دوی مؤسسی کوم کارونه کوي او فیزیکی معلولیت لرونکو کسانو ته څه خدمتونه وړاندې کوي چې هغوی بیا وړتیا پیدا کړي. بله، این یک موضوع بسیار مهم است که افراد جامعه در مقابل اشخاص دارای معلولیت، خصوصا معلولین فیزیکی، مسئولیت دارند تا در حد توان به آنها کمک نمایند. هو، اوس په داسې معلولیت لرونکو کس خبري وورو چې د پخې له برخې معلول دی، خو مایوسه شوی نه دی او بیا ځلې وړتیا پیدا کړې ده او په ژوند کې مثبت بدلون راغلی. بسیار عالی، بیاین که صحبتهایشان را گوش کنیم. سمی ولاستم، ولایت کابل، ولسوالی قره‌باغ، قریه خلیج جعفر. ما پایم قطع است. در اوایل ما خودم هم بسیار احساس مایوسیت میکردم. حالا ما چه رقم کنم، زندگی ما چه رقم پیش ببرم. در شفاخانه امرجنسی از ما عملیاتم شد. باز وقتی که ما از شفاخانه مرخص شدم، بعد از مدتی کمی زخم پایم خوب شد و بعد از تداوی ما شفاخانه سلیم سرخ راجع شدم. اوجا که رفتیم، باز اوجا برای ما قالب گرفتن. وقتی که ما قالب پوشیدم، دمی جریان تمرینات یک احساس بسیار خوشایند برام رخ داد که اینا شکر الحمدلله دوباره پس میتونم سر پای خود استار شدن. بعد از اینکه امی مرحله آموزش و امی راه رفتن که من تکمیل کردم، باز خواستم که یک حرفه را به خود پیشه کنم. بعد از اون در شفاخانه سلیم سرخ یک بخش است به نام باستوانی معلولین. باز من در اون شفاخانه رفتم، اموجا گفتم که تو میخواییم یک کار را به خود بگیرم. باز وا گفتن که برو، خیاطی هم است، بخش خیاطی هم است، بخش نجاری هم است، بخش موبایل سازی هم است، امی تکنیک تلویزیونی گپا. باز من خیاطیش را انتخاب کردم. مدت 6 ماه اوجا حساب خیاطی من شاگردی کردم. بعد از او دیگه حالا می جای نه در کار هستم. مشکلات خود طبعا وقتی که باید نسبت به یک انسان سالم مشکلات خود داریم، اما نسبت به روزای اولی که قالب نداشتم و قالب استفاده نمی کردم، حالا الحمدلله فکر کن 90% مشکل من حل است. منتانه مشکلاتی ندارم که احساس مایوسیت کنم که والا من ناتوان هستم. دیگه یعنی انسان میگه خواستن توانستن است. خب الحمدلله خدا را شکر است دستم به کس دراز نیست. ما در بایسکل میایم میرم، یک بایسکل دارم، بایسکل عادی را من عام خلق استفاده میکنه، اما بایسکل هم هم استفاده میکنم که تش میرم میایم. شخصا که دمی شفاخانه صلیب سرخ بری اوجا، یعنی هیچ انسان جوره نمیبینی اوجا. باز میگی خدایا شکر من الحمدلله خوب هستم. بله، ما صنف ده مکتب بودم، مکتب یک دفعه فیلا کردم به خاطر همی فشار اقتصادی. باز یک سال دو سال نرفتم، باز دوباره رفتم. از اون صنف ده پس شروع کردم مکتب خانم. در جریان که معلولیت هم داشتم، استادایم تا روزی که من از مکتبم فارغ شدم، استادایم سر من نمیفهمیدن که معلول است. نه خودم برشان گفته بودم و نه تو عکس العملی از خود نشان میدادم که باید بفهمن که کتما یا نمره کمک کنن یا چی. وقتی که استادا مثلا از پیشم سوال میکردن، میخواستم مثل یک انسان عادی میرفتم سر تخته، باز مرا پرسان میکردن چرا اما تو یک قسم پایت میلنگه. میگفتم استاد حادثه کردیم، پایم قالب است. دیگه همچنان در دارالمعلمین دو سال دارالمعلمین خواندم اینجا استادا، تا روزی که من فارغ شدم نفهمیدن. کسایی که مثلا دچار معلولیت مثل خودم هستن، برای ازیا یک پیام دارم که هیچ وقت در قصه گپ کسی نباشن. یعنی نه به مهربانی کس خود وابسته بسازن، نه به گپ زشت کس خود وابسته بسازن. کسی مرا زشت گفت، حالا من زشت هستم. کسی که مرا مهربان گفت، حالا من مهربان هستم. خودش باید زندگی خودش به خواسته خود پیش ببره، که خودش فقط میفهم مشکلش، خودش میفهم راه و روشش. امروز اگر یک برادرت یا خواهرت یا یک دوست قومت بیان یک مهربانی برات نشان بدن، اما صبح او پیش تو نیستن که تو بر ازوا خود عادت بدی، بر ازوا تکیه کنی. انسان باید خودش کوشش کنه که یک هدف بر خود تعیین کنه، میتونه انشالله. 3 سال من حق زمه درس میدادم، باز چون که میآمدم نصف روز کتمی نفری که کارو میکردم یرا گفته بودم که من تو نصف روز حق زمه درس میتم، نصف روز میام خیاطی میکنم، یام قبول کرده بود. باز همین شخصی که من کتش کار میکردم، ای باز مرا معلم صاحب میگفت. معلم صاحب میگفت حالا تمام همی همسایه ها که مرا میبینن به نام معلم صاحب میگن و احترام میکنن. دوستان
درنو اوریدونکو معلولیت نیمګړتیا نه ده د رادیو مجلې نننې موضوع د فزیکی معلولیت لرونکو کسانو ته د بیا ورتیا ورکولو په اړه و. بله، همچنان صحبتای کارشناس افراد دارای معلولیت و دیگه مردم را شنیدیم که چطور دست به دست هم داده افراد دارای معلولیت فزیکی را کمک کرده بودند تا بستوانایی پیدا کنند. هو، همدارنګه ځینو فزیکی معلولیت لرونکو کسانو د خپل دوستانو په مرسته همداسې مرکزونو ته لاسرسی پیدا کړی و، هلته تللی و او بیا یې وړتیا پیدا کړې وه. اوس له ژوند نه راضي و او خپلې کورنۍ سره یې هم په مالی برخه کې ډېره مرسته کړې وه. بلکل. شنونده عزیز، برنامه امروزی ما همینجا به پایان میرسه. شما میتونید نظریات و پیشنهاداتتان را به این شماره با ما شریک بسازین. 0720-22-243. هو ویده جانه، در تلفون شمیره به یوزل زهم تکرار کرم. 0-20-22-243. تر بلی رادیوی مجله مو پلوی خدای سپارو. الله مو ملشه.